حبیب آقا لطف کردن. حبیب برای من خودش پاشده اومده دم در گذاشته که زیبام اطلاع داد دیگه. زیبام میتونه بخوره از این. آره حبیبی 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 حبیبی. دیشب من زنگ زدم که تشکر کنم و بعد گفتم زیبا اجازه داره بخوره. گفت معلومی که اجازه داره، من که با زیبا دشمن نیستم که. دیروز دیشب آگنس زنگ زده به حبیب که اومده دم در یه بسته رو گذاشته که حالا مثل اولش ولی ترسیدم که نه شک کردم دیگه، گفتم این مال چیه، مال کیه. پنیرم، این پنیره من دیروز مزه کردم زیاد، گفتم از بیمزه است. امروز دیدم که چقدر خوش بازدی شد. آره، آره، از اون پنیر هست که باید یکم مزه. یه پنیر هایی که توی ارومیه تو کوزه نمیدونم بمونه اینجا، یه اسمم داره من نمیدونم. یه بزنم نزدیک خوده، نزدیک لیمون. آره البته خوشگله، بزنی قشنگ دیده میشه تو عکس. منم الان دارم یه دونه از سیرای تازه رو، سیر تازه مثل دیروز من که اینقدر حالا همه میگن بوگرم میدی فلانه. خب نه اتفاق، منم میخوام که بوگرم بدی. چقدر این مثل دیروز من که واقعا اصلا این نونه نونه من اصلا من بوی بوی سیر اینجوری، ولی من الان سیر نمیخوام، میخوام بخورم با این چای. سیر با این نمیخوره، با نون شیرمال نمیخوره، ولی این من میخوام با اون پنیره که همسایه داده به امتحان کنه. آل الف 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 که چیز داده، الف مادر نه، الف دختر آسیه، دختر آسیه الف. آره پدرش میگه که مزه کردم خوشمزه. خب آره خیلی خوبه. بعدش ما میخوایم امروز اصلا هیچ کسی آنلاین، خیلی کم، یکی دو نفر بیشتر آنلاین نبودن فکر کنم دیگه، اصلا اینترنت چهارشنبه. آره به خاطر اینکه فراخوانم دادن، فراخوان دادن و اینترنت. امروز دیگه روز خوبیه، امروز دیگه دارم 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 دارم. بعد ما میرسیم. آره خیلی عالی. درسته قبلش نرسیدی؟ نه چون که وقتمون امروز اصلا نباید برسیم، بعدم باید برسیم. نه امروز بایدی نداره، هر وقت رخصت اومد میرسیم. ولی وقتمون الان تو یه رو برسیدی، اومد گفتش من گرستم، گفتم همین الان استوری میکنم. ساعت اینجا همه ساعت 12:30 12:35 چیزه شکر نیواردی. من که شکر نمیم. تو نمیخوری باش، تو خود شکر تو هم نمیم. آره ولی خب با این میخورم. آها خب اصلا یکم میخورم، ولی اصلا میگن نباید توی چیز داغ ریخ، چون ولی زوس اشتوف هم دارم، ولی خب زوس اشتوف دارم. حالا با شکر میکنم، زوس اشتوف هم دارم. اجازه زوس اشتوف دارم، اجازه دارم جوک بگیم. هر چی دوست داری بگو بگو. الانه که گفتی چای موشیری کنم، من یاد یه جوک افتادم. یه جوک افتادی؟ این در رابطه با اختلاف طبقاتی که اون زمانم زمان شاه هم بودش، در واقع این جوک ساخته شده. میرن توی خانواده که پولدار بودن، بچه فوفولی بوده، ازش میپرسه بچه جان صبحونه چی میخوری؟ میگه صبحونه تخم مرغ، عسلی، نیمرو، عسل، گردو، اما اسمه پنیرا و و و. بعد خب زور چی میخورین؟ زور جوجه چلو کباب و با مخلفات. شب چی میخورین؟ میگه شبم جوجه کباب. کجا تفریح؟ تفریح میریم این بر اون بر. خلاصه این از بچه خانواده پولدار. بعد میرن سراغ یه خانواده بی پول. یادم افتاد چیه. بعد میگه که چیزه بچه جان صبحونه چی میخوره؟ میگه خودش نون چای شیری. آنه چون گفتی چای ما میخوام شیرین کنم یادش افتاد، یادم افتاد، پدایی میشه. میگه زور چی میخوره؟ میگه نون چای شیرین.
میگه شب چی میخوریم؟ میگه نون چای شیرین. بعد میگه تفریتم چیه؟ این یه کمی بی‌تربیتیه. میگه که بابا میگوزه ما هم دست میزنیم میخندیم. بچه این بچه های پرسن چی؟ زوسش رو بخوای تو بگی، چون بیشتر بر قند کسایی که همیشه باید من اینو میدونی چند ساله دارم برای اووه و ینس، چون اینا بیماری قند داشتن. کسایی هم که قند دارن اینجا میان. البته من خودم ریختم توی این. بچه ببینید سه تا دونه با این مربا هم درست میکنن. زوسش رو چیه تو ایران؟ این میشناسم، همه میشناسم. این قرصای قنده که به صلاح شیرین میکنه، شیرین میکنه، بعدم مینویسم بدون شکر و میگن مضرتر از شکره. آره من میگن آره مضر، آره میگن آره. البته میگن که اینا تحقیق میکنه، البته خب مثلا فرض کن چاق نمیکنه، نمیدونم چه. منم خواستم یه بار اینجا استفاده بکنیم دیگه. حالا چاق بکنم که بشه. حالا باز من یادم افتاد به سمیرا. خب بگو. نمیدونم وقتی میخندم یاد سمیرا میفتم، چون سمیرا همیشه میخنده. از خندهای منم گفته خوشش میاد، هم سحر هم سمیرا. حالا منم برای این دوتا میخندم. خب شما حالا بفرمایید. مثل شکر رژیمیه. آره دیگه شکر رژیمیه. آره، دیگه آره. مثل شکر رژیمی. خب ما یه دن رزا شکرم بندازم در من تا با حال نخوردم، نکردم، چون من مغز میگیرم. من مثل تو شیک بلد نیستم بخورم. تو خیلی شیک میخوری. آره این نینه تو اینجوری خورد میبوری، تیکای کوچیک میکنی. من تو همونو که دوست داری بخور. آره من همیشه همونجوری که دوست دارم، همون کاری که دوست دارم. آره عادی. اون گردو شکنت هم بمونه. خب اون گردو ها اون بر مال توه. نه من آره اینقدر گردو بتونی بخور. خب من یه ذره از این کرمونم که در حال علی کافیه کافیه ولی پیام بتون تو را دیدم، بعد گفتم پیادشم برم. نه حالا بیدشتون برای بچه ها حالا برای بچه ها دیدم عرش میکنه واسطه چیز. آره خوب کاری کردی که این چیزت کجاست؟ من پا میشم چی؟ همین سیادونه و عادت هم سیادونه و زیره خیلی عالیه. من چرا راستی دیروز برای این پنیره خیلی خوبه. بذار من امروز میشه تو نونم رو تیکه کنم. آره با اون باید ببر. آره خوبه با همین ببر، اگر نون یکی نمیبر. من خوب. اینو مخصوص که میارم به خاطر بریدن چیه. خب راست اگه بخوای در مورد دوره همیایی که با هم داشتیم یا خیلی دوست داری چیزا نه نازیلا رو. نازیلا رو خیلی خوشم اومد ازش، خیلی دختر مهربون با احساس، فهمیده، با شعور و آدم در کنارش آرامش داره. اینا میگم مهمون وقتی میاد من یه سرش رو قایم میکنم. نمیدونی که همه شما همه چی رو با والا چیز همه جا رو باز میکنم. من که هر وقت میام میرم سرکشی خودش باز میکنه، اون برم داره اون. خب من بخورم لغمم. حبیبی خیلی آخه احمد رفته بود. آقا حبیب مرسی اگه میبینیم. من اولش اومدم چون خیلی دیر شده بود برای صبحونه خوردنم، قندم داشت میافتاد، یه تکش خوردم. ولی بازم میخورم آقا. خیلی خوب کنیم. ولی فیلان نون و پنیر و سیر و این هوا هم خوبه. زیبا تو روزهای امید باید وزیر فرهنگ بشی. اصلا بچه رقص هم میذاریم. قرار نیستش که همش گریه کنید و ناراحت بشید و نمیدونم فلان و اینا. باید اصلا موزیکای خوب گوش دادن. بعد ببین قبل از این که ما رو اینجوری اجازه دارم بگو هر اجازه داری چه حرف بزن. قبل از 1400 سال که ما رو
وادار کردن و عادت دادن به عزاداری و تو سر زدن و دل مالیدن به سر. ما برای هر ماه جشنایی داشتیم، برای آب جشن داشتیم، برای علمی که یه چند تایش باقی مونده خوشبختانه، چهارشنبه سوری، شب یلدا، نوروز، و هر ماه جشن بوده و رقص و سرور و آواز و همه با هم، هر که هرچی داشته بیاره بذاره و همه با هم شادی کنه. دیگه بعد از اون دیگه این رسما رو کم کم کمرنگ شد و از یاد بردن، یعنی جایگزینش همون عزاداری و تو سر زدن و گل مالیدن دیگه. اینجا مثلا به حجاب اعتقاد داره بابا. من به حجاب اعتقاد، حالا شاید یه عده نمیدونن، قبلی ها میدونن، یه عده شاید تازه اومدن نمیدونن. من به حجاب اصلا معتقد نیستم، اصلا ابدا. لباساش هم خیلی سکسیه خیلی وقتا. آره، بعد من بعد از یه عمل جراحی موهام ریخته، علی یه کمی مو دارم، علی میتونم هم نشون بدم. اصلا در بیار من. نه اجازه بده من مرتب کنم ببینیم. من اعتقاد به حجاب ندارم. وای بمونم اینجوری ریخته، من دوست ندارم. گاهی وقتا هم کلاگیس میذارم سرم. بذار باشه، بذارم باشه، چون دوست ندارم. برای خودم، به حس خودمه که دوست ندارم اینجوری موهام ریخته. قبلا خیلی مو داشتم، خیلی مو داشتم. وای ببین، من آرزو منو برآورده کرد. قرار بود که هر وقت اینجوری لایف بذاره تو هم چیکار کنیم. بگو چرا نمیگی؟ چون نمیخوام من این کارو بکنم. تو میگی، تو بگی میکنم. نه من اگه دوست داری بکنم. نه خب ببینیم بچه ها، گفتی که اگر من نه دوست دارم که این کار رو میکنم برای، ولی امروز داشتم با خودم فکر میکردم، گفتی که اگه من اینجوری لایف گذاشتم قرار بود تو هم موهای پاتو بذار. خودش آره گفت، منم گفتم باش. زنبور جان برو دیگه عزیز من، آخه چه وضعش آخه. ببین یه زنبور اومد تو خونه، بعد بفهمش برو. گفتم برو بیرون، بعد این چیز کشتش دیگه. بعد من رو کی؟ همین محمد رضا؟ همین آره همسایم. برای خب چی برای میکشی تو؟ بابا بزر این هم نمیم شاید هم نکشتش، با یه دستمال گره بردن. آره با دستمال من خب. توی خانواده، البته من خانوادم آدم پدر مادرم مذهبی نبودم. خوشگل و مهنبا مذهبی نبودم، ولی خانواده مادرین مذهبی بودن، مذهبی خیلی زیاد و چادری، یعنی با حجاب. من حتی اون موقع هم که ایران بودم اینا میمدن، من حجابی نداشتم. یعنی این که بگم اونا با حجابن، گفتم من به اونا احترام بذارم، اونا به من باید همینجوری منو بپذیرن و احترام بذارم. من توی شهری تهران زندگی میکردیم، بعد البته کوچ کردیم از جنوب تهران، کوچ کردیم بعد از تهران به نجف آباد که زادگاه پدر مادرم هستم. بعد اونجا اصلا بی چادر، یعنی همه با حجاب بودن، یعنی همون زمان شاه هم. من اونجا چادر سر نمی کردم، می رفتم بیرون رو سری هم سر نمی کردم. آفرین. اینقدر منو اذیت می کردن، اینقدر اذیت، که یکی از فامیلای مادری زمان شاه ها بچه زمان شاه تو نجف آباد مثل قوم، حالا قوم اصلا کسی اجازه نداشت که مثلا بدون چادر یا روسری مثلا بره بیرون. ولی من همون موقع هم بدون روسری یا بدون چادر میرفتم بیرون و خیلی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم. مطلق میگفتن، فوش میدادن. بعد خانواده مادری من میگفتن آبروی ما رو بردی میبری. بودم من دوست ندارم دیگه، اصلا دوست نداشتم اونجا باشم به خاطر همه مسئله. و این که الانم که روسریمو برداشتم خیلی عالی. خیلی من ماما امروز داشتم فکر میکردم زنبور جان پوره دیگه از من بیا از این بر اون بر آف برو 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 آف فرین رفت خودش رفت.
آره باید بس بریم آره. نکشیمه گره بیرون. بعد نه نمیکشم که من میگیرم تو دستمال بعد میبرم میذارم اونجا. اون سه تا زوس اشتوفی سه تا اون قرص ها رو که انداختم قرص های چی رژیمی شکر رو قرص رژیمی قرص انقدر شیرین که زیاده خیلی شیرین زیاد شیرین که خالی کن آره. نه چایی ریختم این خواهر من رفعت هم خیلی چای شیرین دوست داره یعنی اون استکانشو تا اینجا یعنی همه میزنه انقدر میزه که حل نمیشه منتها حالا فکر کنم شکر خورده شکر تا کرده از موقع که سکته کرده میگه آگنس چه زیبایی آگنس رها شدی مرسی من همیشه رهام من همیشه رهام نه واقعا میگم من آدم راحتم به هر حال اونو دوست ولی من با خودم امروز گفتم اگه تو با من اینجوری رایت بذاری بعد بگی موهای پاتو دارم دست کشیدم رو موهام گفتم وای یه سال خورده ای میشه که من نزدم بعد نرم شدن انقدر یه حالتی که چی مقدم شینی میکنی که چی که مثلا نزنی نه دیگه مقدم نه ایش کدن گفت باید بزنم اگه نه اگه تو بگی میزنم میزنم حتما میزنم میزنم از این دستگاه ها داری؟ اپلی؟ نه بابا با همین تیغا می ما فکر کنم دارم ولی فکر کنم ایرانی اپلی دیگه نکنم دیگه من یه بار میذارم ها خب من هم یه بار برمیذارم ها خب دیگه معامله فایده کنم آه دیگه میگه دبه نکن ببین باشه میزم موامو موهای پاما میزم حالا بعد کم کم بر میکنم به موهای جای دیگه زیبقه بند کن باش اشکال نده آها رفت شده بودم دیده بودی ما اصلا نگاه نمی کنم رفت رفته بودم کجا از همون اومدم اون روز نه من نگاه نمی کنم مثلا ولی موقع که همه ملت دیدی گیر میدن حرفی دیگه نداره میگه چقدر دوستم آزده بغلش کنم بغل خیلی ها تو رو دوست دارن منم دوست دارم همه خب بچه این هم اینجور امروز اومدیم میخواییم بعدش وسایل شری رو باز کنیم هدایاشو از دیروز باز نمیکن انگار باید یه نیروی یه همچین اتفاق میفتد که تو بیمدی ها شما این انبار رو بیان لطفا بذاری این وسط این وسط باشه ها. که با هم دیگه این پنیر خیلی خوبه من چرا دیروز به تو اینجوری کردم گفتم خوشمزه نیست ازش از خیلی آگنس خیلی خوب چون واقعا بیهاشی هست آگنس میگم واقعا بیهاشی هستم واقعا چیزی نمیشه اون بده من تو بلد نیستی من نه این باید بیان بیاد اینجا خواهم این تقیه که میکنه به خاطر اینکه باید بیاد اینجا بیاد من این کارو کردم ولی نه از اون چه نگرفته بودی میگم من معمولا خیلی کم با پوست میگیرم و البته اون من با پوست بهترم گرفت تازه تر میگم خب ما میکنم لطفا چایی بله چه چایی خوبیه اینو رویا برده ها مرس رویایی که من تو رو نخواست ببینم ها رویا منم اصلا نمیخواستم رویا گفتی سیگار میکشه و گفت من دائم قول خمرم خب من اصلا خوشم شما برگشتی گفتی من دوست ندارم ولی خب اون تو گفتی من خواستم با هم آشناشون کنم گفت نمیخوام خانم رو ببینم آگنس رو نم گفت باشه منم دوست ندارم کسی که خودش داره میگه من زواب مال خب هیم گفت من برای آزادی خیلی زحمت کشیدم
من میخوام یه استوری کنم اتفاقا بگم که از مسئولین مملکتی مملکت حالا چه این وری چه اون وری هر کی که بیاد چه هر کسی که هست میخوام بخوام که مواد مخدر و مشروبات الکلی رو فروشش و مصرفش همه رو آزاد کنن. بخونم. آره. هم مواد مخدر آزاد بشه. کاره ببخشید حالا فکر می‌کنیم هم اتفاقا آزاد بشه که به چیز مگه هلند آزاد نیست؟ شما اینجا مشروب مصرف مشروب زیاد می‌بینی یا ایران؟ ایران. دیدیم؟ منم بد می‌خورم. اینا فرهنگ نخورم. آره. اینا مثلا من اینجا واقعا ببین من پیش ینس میرفتم پیش مثلا اون اوایل شاید یه آبجو بعدا هم به من میگفتش که نمیدونم چرا حالا هرسم میخورد میگفت نمیدونم چرا اون پوستش نداره دورا من پوستش خیلی دوست دارم بعدا حالا سر نهار با دلمه میخورد کدوم پوست؟ پوست سیر رو میدونم آره پوست سیر بنده آره میدونم برای همین گذاشتمش کنم آفرین خب اینجوریه که ما یه لحظه هم بذاریم بزنم به چیز ببینیم که آره بعدش میخوام یه جور باشه که یک کچون تو بیشتر باشه هستی؟ نه بعد داشتم چی رو میگفتم؟ آخه بچه ها میگن سیر رو با پنیر رو اینا خب بابا بذارید هر کس هر جور که دوست داره انقدر ببینین امتحان کنین امتحان کنین انقدر خوشمزه است من اصلا معتاد شدم ببین چیزایی که من خوردم هر کس امتحان کرده معتاد شده اصلا ببینین اینقدر سالمه من قبلا این دست و پام مثلا استخونه پام خیلی درد میکرد الان هم باید درد میگیره ولی از موقع که اینجوری هم داری زیره هم نمیدونم بعد سیاه دونه هم نمیدونم بعد ببینید اجازه از من مثل فریدا نشه داستان نشه اجازه فقط ببینید بچه ها ببینید این نون واقعا خیلی خوب خوشمزه بود نه این نون سوما اون باعث شد که این نونو من دیروز که خوردم انقدر خوشمزه بود دیگه نتونستم بهش پیام ندم پیام دادم بعد این که انقدر بد گفته بود و فلان گفتم سوما علارغم تمام مسائلی که پیش اومده بود بی نهایت نونت خوشمزه بود من میخوام اولا برای نونت تشکر کنم دوما اون کاپشنی که پوشیده بود چقدر این بیریایی این فردا نشون میده خیلی جالبه ولی این مال قبل از چیزه کدوم نه بعدش فرداشه آره فرداشه فردا صبحشه پوشی کاپشن مشخصه دیگه این کاپشن مشخصه بعد خیلی خوبه که هم این کاپشن رو میپوشه هم این که مثلا این نونش بعد خب چون اگه اینجوری میشد بعد کتاب منم دور نمیندازه میگه گذاشته بودم جلوی در که خونم نباشه ازت عصبانی بودم گفتم خب برو برش دار من حاضرم دو برابر ازت بخرم تو 15 یورو دادی من 30 یورو میدم گفت نه من نگهش میدارم بعد هر وقت خواستی بهت میدم گفتم باشه به هر حال دیگه قلب و ملب و نمیدونم دوست شدیم دیگه کلن میدونی گفت من انتظار نداشتم خیلی براش سخت بود این دوباره گذاشتم اینجا خیلی براش سخت بود این یه آدمی فکر کنید بیاد یه دفعه اصلا میگفت همون مثلا خیلی راحت پول کتابو گرفتی گفت انتظار نداشتم خب بعضیا میگن که خب حالا قابلی نداره حالا بمونه فلان و اینا یک کوچولو بیه مرتر بچه آره هی میخوام تو رو ببینم آره بعدش گفت یکی پول کتابو خیلی راحت گرفتی
بعدش به حرفایی که شد، مسائلی که شد خیلی برام زیاد بود. گفتم خب باشه، ولی دیگه حالا با هم ارتباطمون ادامه خواهد داشت. من میگم اون محمد رضا که ما رو دعوت کرد برای قیمه، سمارم بگی دوتاشون هم دانشجو هم، دوتاشون هم نمیخوان میخوان نمیدونم رازدار باشن فلان باشن، برای هم که میخوان باور کن خیلی خوبه. میگم موهات عادیه، موهای جالبه بابا، فکر من فکر میکنم خیلی کمتر باشه. چرا کم؟ آیا بلند شده؟ ببین اینم داستان داره، اینم داستان داره. من موهام چون فر بود دوستشون نداشتم. هر به برادرم بیشتر میگفتم اینجوری میخوام میدم رو بالش، یه بالش هم میذاشت بهش میگفتم اتو کن، اونم لجش میگرم میگم موها قشنگه برش اتو میکنیم. یه دفعه هم از لجش همجه این اینقدر اتو رو گذاشت سوزون موهام. بعد که اومدم آلمان دیدم اون چقدر طرفدار داره موی، ولی باز قول میزدم به موها. بعد موهام انتقامشون رو ازم گرفتم. یک شب این که ما یه فامیل داشتیم، بچه چقدر خوب اقرار میکنه موهاش ریخته بود. بعد از اینجا دیدی بعضی ها از اینجا که بلند میشه اینجوری میارم میذارم روی ما باز مسخره میکردیم موهاش ریخته بود. یعنی به این نتیجه میرسیم که کسی رو مسخره نکنیم. منم یه مقدار این چیز رو مسخره کردم. خواهر نازیلا رو، سویلا رو مسخره که میدونی خیلی مغرورانه برخورد میکرد در آخه این چی نوع بگو از نیمه که صورتت فهمیدم خیلی هر از من انتقاد خیلی داری هم که اینجوری کردی ها قشنگ نبوده. میکنم به خاطر همون مسیح چون خیلی سویلا رو دوست داشت. یه جمله‌ای گفتم تو کانال بعد تازه بهش گفتم بره بگه، دو تا جمله، یکی به شوهرش گفتم یکی به سویلا. سویلا رو خیلی دوست داره خواهرش. حالا شاید هم از روی حسادت هم بوده ممکنه. همین الان از ذهنم گذشت. آره که می‌خواستم بگم خب ممکنه از روی حسادت نازیلا این همه خواهرش رو دوست داره. امکانم داره. خب اینم ولی خیلی مرد میگو به هر حال دیگه. حالا من با اتفاقا بعد از اینکه این حرف رو زدم نگم، یعنی آن دیگه چه تکرارشم با خودم گفتم، به خودم هم مبتلا میشم. خب نه حرف زدم دیگه متوجه شدی که اصلا ببین آدمی که اگر مغرور نبود، اگه از موضع بالا برخورد نمی کرد، میدونی منم اینجوری تحقیرش نمی کرد. خب حالا من یه چیزی بگم. ما همه آدم ها یه این غرور رو داریم، اینم به قول تو اینم یه حسه، مثل حسادت، مثل کینه، مثل ترس، اینطور نی؟ اینم یه حسه. حالا خوبه یا بدیشو کاری ندارم، این که قشنگ نیست که اینقدر آدم غرور داشته باشه. و این از موضع بالا حرکت کردن، همه ما آدم ها این کار رو میکنیم زیبا، حتی تو. خب یه موقع هست موضع بالا تو الان این کار رو بکنیم؟ نه گوش بده، یه موقع هست موضع بالا واقعیت توه. مثلا فرض کن که
در یه رابطه از من قوی تری، هنرمند تری، ماهر تری. خب معلومه بالایی دیگه. خب موزه با اون، یعنی اون من به این مسئله یه اقرار واقعی میکنم به این مسئله که خب اون موزه بالاست، ولی یه موقع انسانو تحقیر میکنی به واسطه ضعف‌های خودت. ضعف‌های خودت رو بعد میای یه جوری مثلا چیزه فرض کن، مثلا اومدی اینجا، خب این همه تو تمام آرزی با ما تو رو دوست داریم، خب اومدی اینجا آلمان اومد، هامبورگ اومد، من انتظار داشتم حداقل بگه که خب ما یه کوتاه ما همدیگر رو میبینیم، چرا منو ندید؟ چرا ندید؟ و بعد از ریاکشن نازیلو متوجه میشدم، گفت اونو ولش کن، اونو ولش کن، مثلا ولش کن دیگه، ولش کن یعنی که من اومدم دعوتش کنم یه برنامه هایی بذارم، بعد بهش گفتم اینجا مثلا برای کسایی که خونه خیلی راحته از نظر اینکه کسی هم که صندلی چرخدار داره نمیدونم بتونه بیاد بله، و هم گفت ولش کن ولش کن، یعنی یه مسائلی در اون رابطه با خواهرش. بعد از اون گفت اون اصلا اون دو بخواه، اون خیلی همه رو، اون خیلی قدرت دست اونه، متوجه ای؟ میگو همه چی قدرت دست اونه. خب اونم با شناخت، نازله با شناختی که از خواهرش داشته گفته ولش کن نمیخواد، ولی اونم شاید دلایل خودش رو داشته، شاید همین این مسئله که حالا رو صندلی چرخ داره. خب من عمدن همینو گفتم، این نیست، صندلی چرخ داره بود. خب من یا ترسیده، مگه خیلی آدم ها نمیترسن که اینو میخوام بهت بگم، نمیان سراغ تو. ترس، ترس اگر مثلا هم گفت من تو این رابطه ضعف خودش رو، ضعف خودم، من ضعف رو میپذیرم به این دلیل، به این دلیل، ولی آخه این ضعف همین چرا؟ من نخوام بیام مثلا آبرون بره، من نخوام بیام فلان بشه، من میخوام این فرد به نوعی داره انسان رو تحقیر میکنه دیگه، یکی هم خودش بگیره. چرا الان مثلا فرض کن شوهرش، شوهر نازیلا مثلا بگه نه ما استرس گرفتیم، از چی استرس گرفتی؟ از اینکه مثلا فرض کن که اینجا با من توی خونه خود من داشت، ما داشتیم چیکار کردیم؟ گفتیم ما توی این خونه کسی مهمون فریدا داشت میگفت نمیرم بیرون، پلیس رو صدا کن، پلیس رو، چون میدونست من پلیس خبر نمیکنم، بعد گفتیم ما بلند شیم بریم، بعد چون من دوشم گرفته بودم، لباسم چیز نداشتم، بعد گفتم آخه این بشینه اینجا واقعا چهار نفر ما آدم، بلند شیم بریم بشینه. بعد من یه دفعه بودم به احمد زنگ زدم، بودم احمد میشه ازش بخوای که بلند شه بره؟ تو گفتی بیا با هم بریم خونه ما. آره من پیشنهاد دادم، واقعا نم، یعنی تعارف نبود. پس این مسئله یه مبارزه ای داشت با آدم میکرد که فقط تو رو تحقیر کنه دیگه. با آدم صحبت نکردن، ایگنور کردن، برخورد سهیلا خواهر نازیلا منو یاد برخوردهای خانواده خودم انداخت، مثل خانواده خودم. بهش نزدیک نشیم مبادا آبرومون بره. بذار یه ذره آبروش بره دیگه. خود نازیلا میگفت موقعی که فهمیدن یه سری از فامیلا، چند نفر بهش پیام دادن، اونایی که خودش اومده بود گفت میخوام ببینم کیا فیلتر میشه، نگفت خونه شما، گفت میخوام ببینم، من اومدم ببینم با زیبا باشم، ببینم کیا منو با زیبا قبول میکنن یا نمیکنن. بعد گفت یکی از فامیلامون زنگ زده گفته تو با اون خانمی آنفالوت میکنم و نمیدونم چی 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 چی.
الان خود نازیلا چرا اصلا؟ البته نازیلا خب الان احتیاج داره به اینکه بعد از این جریانات من حق میدم که یکم فکر بکنه یا یه ذره بذاره تزم بشه. به همین راحتی نیست پذیرش این مسئله. باید بایسته، باید در رابطه با چرا اینقدر دارو میخوری؟ چرا دارو میخوری؟ چرا دارو میخوری؟ میدونی من بعد یه چیزی فهمیدم، یکی از بچه ها گفت، تو گفتی در مورد خونش که چرا خونش رو به اسم خواهرش کردن؟ نه خیلی بچه ها توی چیز گفتن چی؟ نه یه نفری گفتش که خودش سحر گفت اولین باری که ما با هم تو واتساپ حرف زدیم گفت من مسائل مالیمو چون من نمیتونستم خیلی کنترل روشون داشته باشم مثلا به عهده دادیم دست همه چی همه چیه من بانک من آم بانکش هم حتی من یادمه بودم میخواست پول کتاب هم واریز کنه کتاب من براش پست کردیم دیگه گفتم خب آنلاین بانکینگ نداری خودت واریز کنیم گفتم خودم واریز نمی کنم همه چیزم دست کامرانه بذار اون بیاد واریز کنه خود حتما یه مسئله یه دیگه یه مسئله داشتن زیبا خب حالا من یاد این افتادم خواهرم و شوهر خواهرم دنبال این بودم که چیزای بانکی منم به عهده بگیرن که مثل همین بریتنی اسپریز خواننده بعد خواننده چیه؟ پدر 13 سال گرفت دیگه من فقط امیدوارم که فقط خودش داده باشه چیز نباشه قیومیت نباشه یا مثلا پس گرفته یه چی؟ آره پس گرفت که تونست ازدواج کنه یا پس گرفت که تونست خیلی کارا رو بکنه نه این یه چیزاییه که الان یه سری میگن این همه خرج کردی واقعا هم خیلی خرج کرد اما یک دهم اونی که میخواست من که نمیذارم که اینجوری جایی تو داشتیم میمدیم خونم تو رو هم نذاشتیم دیگه گفتیم من این همه خرید کردم فلان کم بودم اینا رو بذار برای یه روز دیگه ما یخچال هرچی چیزایی که داریم استفاده کنیم این منیج اقتصادی باید یاد بگیره که آره میخواست صبونه در مکنه ها میخواست حموم در و حموم توتا حموم ترکی میخواست در خوبه که سیروز گفت وای تا صبح خندیدیم سیروز گفت حموم ترکا میریم سیروز فیلمه دیگه واقعا باید فیلم سیروز رو ببینیم میمیره از خنده گل فروشه اون یه چیز شدیم یعنی پنجاه خوروش در من این پیش بودیدم حدیث چی من باید بگیرم برم پیشش آره برم بگم بازم به ششه بازم به ششه بازم به ششه وای 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 برای که ممکنه برای که مالنختن احتیاج به نیرو داشته باشه و انه با مالنختن فلوریست کارشون زیاده فلوریست همه هم خودش آخه همسرش فلوریست بود دیگه ولی دو تا هم بچه به دنیا آورد و بعد الفرار این لطفی این بچه ها شو بینه چند سال ندیده همینجا آره مثلا دو ایستگاه پایین تر سه ایستگاه پایین تر ولی بچه هاشو حق نداره اصلا بچه هاش هم نمیخوام اینو ببینم بچه هاشو من دیده بودم یکی 13 ساله یکی 12 ساله همچنین 14 ساله 5-15 زنه بعد از اینکه اقامتش گرفت فلان و بهمان بازم یه چایی بذاریم خیلی چایی شد
من این کچوره از این اصل این اصله را از همون اصله هفشویرویه آقای زنبور آقای زنبور آقای زنبور بذارم چایی یا نه هنوز فعلا نه آره بعدش زیبا پاشو یه اصل یه بیار تخم دو تا تخم تخم ها بابا این خودش اینا رو هم خودش آورده من نیوردم براش اینا رو خودش براش خودش آورده اینا رو هم بهش گفتم من گفتم امروز صبحانه فقط اینو داریم این با این کرامونم موند خوبه کرامونم موند هم بکنی من بهتره یه البته کره نیست کره یه چیز نیست مارگارین نه تو این میگن که ببینه این نه بابا این چیز نیست اون گذارت بوته ده چه بوته بوته این مارگارین اگه میشه بوته آره آبا رپس اولم توش قاطیه خب هم تو حق داری هم من چند درصد بذار ببینیم چند درصد بوتره چند درصد اوه 65% 65% فته اونای دیگه نرمال 80% فته اون بیوه که من میگرم 100% من کره کرست دفعون به زیدیت فلان خیلی خوب بود مرسی من یکم دیگه از این پنیر خانم همسایه بخونم زیبا واسه کسی پول خرج نمیکنه راست میگه آره من فقط میگیرم درسته؟ خب بذار بگم بذار آفرین ما فقط شما هم فقط بدید بسه اینجوری باشه که وقتی کسی میاد بده دیگه بدونم اینکه نباید چند روزه میگم چند بارم اینو گفتم مثلا لجم هم گرفته که تو برای خود یه چیزایی رو مثلا صرف جویی میکنی نمیگیری و بعد اینجا اونجا تو ایران میلیون میلیون 20 میلیون به این بده 10 میلیون به بده 30 میلیون بده خیلی ایشون هم مثلا میخورن و هیچ بره موکشن نمیاره نه اون قصدی هست جریان خب این جریان آره. هست ولی این که اینا اینجوری نظر میدن باید ببین الان مثلا برای یعنی باید اون با اهداف من بخوره درست اینو میدونم که با چه هدفی ولی اینا که اینجوری نظر میدن آره یه سه شدارم پشت نمیبینم نبینم دیگه نبینم من فکر کنم که اتفاقا یه مدتیه آره یه مدتیه من هم دوباره چای بذارم چون هنوز یه خب حالا میخوای من پاشم تو بشین من پاشم این بر نزدیکتره بعد تو برای میزنم. چایش میذاری خب تو چایشو برم شه آبش بذار من بذارم خب ما که از اینجا نه توی میگه نمیدونم عاشق کامنتار خوندنی الان من یه دونه اینا اولا از راه دون نمیبینم تازه عینکم بزنم که عینکم به چشم نیست مثلا نمیبینم کاملا باید بیاد نزدیک این چه خوش رنگه چی؟ این کاسه رنگش خیلی اینو بهش میگم قرمز پادشاهی کنیک نمیدونم چی اینا رو ما تو موقع که مدرسه میرفتیم رنگا رو باید میشناختیم دیگه آب نستون بذار ببینیم یه بعد موهات خیلی چقدر برای موهات چیز دونم مرسی من دو تا بویکلی میارم چی میخورید؟ من الان دیگه چیزی نمیخورم آره نمیخورم پس برای خودم برای خودت بذار من یکم میپاشم این بری میگیرم چقدر برای ما آگنس پیام میدی الان حسودی منم اینجا
ببینید اینو در نظر بگیرید. آخر رو نزدید. حالا مندم برای که این باید کلم گرم. میگی میخوام حالا گرم میشه. اشکال نداریم. یه موقعم شب قرصه دا بردی؟ آره ولی قرصم هم تموم شده. امروز میخواستم برم دکتر که قرصم رو بنویسه. بعد بلیط بخرم. بلیط چی؟ فارکارت. نه. به حسش نگاه کرد. من با حس هم میاد. اما حس خوبه. بعد از کنم که حست خیلی خوبه. حس من هم اینجا ببین خوبه. مامورای بلیط اینجا تو لایو ما باشن فارسی هم بخواهم. حالا منظورم یک آلمانی باید باشیم. خیلی هاشون خیلی هاشون ایرانی شدن و آلمانی ها چیزی خوبه. مرسی خیلی صبونه خیلی خوبی. آره خوب بود واقعا. من خیلی به موقع این باعث شد بچه ها وقتی گفتن من دیر بلند میشم و ولی خب تو بیا هر وقت که خواستی در رو بزن. ولی من از صبح بلند شدم باعث شد لباسا رو شستم، اتاق رو تمیز کردم، اینا رو درست اینقدر کار کردم. گفتم تو چه باعث یعنی همه چی رو مرتب اتاق خواب و این بر اون بر. آره معلومه اون دفعه ولی همه رو اینجوری بیخیم. آره دیدم ولی علیه امروز خیلی آره. مرتب تو باعث شدی که چه بشه زور تیره کنم. ببین داشتی میمدی توی چیز از این طرف اومدی دیگه. اون من روی سطح آشغاله لامپ و چیز اینا رو گذاشتم. متوجه نکردم. خب اگه بود حتما میدیدش. ممکنه چون خیلی بزرگ گذاشته بودم دیگه امکان نداشت نبینی. نگاه نکردم. نه خب مسیره میدونی؟ مسیره به چشم میخوره. نمیشه که مثلا یه کسی خب اینجوریه که الان میان بچه الان میان ما یه دقیقه من یه چای زنجبیلی هم بخورم. خب داشتی چی میگفتی در مورد یه چیزی میگفتی؟ در مورد چی داشتم میگفتم؟ من جدیدا خیلی چیزا یادم نه اینو به خودت نگو هی یادت میره میره دیگه ول کن. همه اینجوریه. بچه ها به من گفتن تو قرار بود جاشمی ها رو بدی به آگنس. بگو که خودت نخواستی تو شامیان. نه من گفتم من جا ندارم آخه تو اون اتاق دیدی که آره من کلی چیزای کافی داری. اینقدر چیزای کوچولو کوچولو دارم که مثلا یه اون چراغش آوردم برای نازیلا. البته اونو فلومارک نخریدم، اونو از این فروشگاه یه چیز خریدم. امیدواریم دیگه اصلا هیچی بعد از فلومارک یه چیزای کوچولو ظرف ظروف اینقدر چیز دارم که اینا رو باید یه فرصتی بیارم هی مثلا هدیه بدم. آفرین. میگه الان همه اونجوری هم که وسایل خودش رو مثلا چیزی نمیخرم اینا. آفرین خیلی خوبه. بعد دیگه خب جا ندارم. بعدم سال راستش سلیقه من نبود. اون سلیقت الان یه سریشو گفتی من اینجا گذاشتم ولی خب دیگه الان ببینید اینا رو گذاشتم برای هدیه ها. آره دیدم اینقدر خوشگلن. آره دیدم خیلی خوشگلن. اینا رو گذاشتیم برای هدیه. نگاه کن اینا رو. من هر کدومشون داستانه. اینو ببین این نگاه کن. اینو رویا توی این چایی آورده بود. من موقعی که با اون بودم خب من اینو ببرم برای مردیم. ببر خوشش میاد. آره اون از اینا خیلی چیزن ها اندازه های مختلف داشته. یه دفعه میدید 12 اورو 20 اورو 25 اورو. این توی چایی بوده مثلا. خب ببرم خیلی خوبه. بیا حرف شما هم شد که گفتید که به آگنس بدی. بیا بردی خیلی خوشش میاد. خوبه بچه ها ما میخواییم بریم حالا چایی بخوریم سوال های بچه ها رو جواب بدیم ولی بعدش میریم بسته شری رو باز کنیم. بعدم امروز میخوایم دلمه بخوریم. دلمه نون بپزیم. نون بپزیم. آها اون باید با چیز مواقعه اول گفته بودیم دلمه.
که ما متناسب باش گفتم ماست بیاری. خب سیرم که داریم سیر تازه. منتها نون باید برش باشه. اونو نون باید بگیر. مگر اینکه با این نونم نمیشه اونجوری خوردش. حالا یه کاریش میکنم. چیشی رو با نون نمیشه خوردش؟ دولما رو با این نون؟ همیتونه تا تکی باشه. خب خیلی عالی. سنگک نداریم. آفری سنگک. آه دارم تو چیز. یه چیزی دارم. یه کمی هم هرچی از سالت دوری خوب بود. آره خیلی آفری. من گفتم آفری. چقدر خوب. خیلی خوب. با دلمه هم لایف بذارید. با دلمه هم لایف. بچه ما لایف با چی وسایل شعری میذاریم. از پیج سحر بذاریم. یا پیج سحر یا پیج وحید. لایف میذاریم. سمیرا نه. سمیرا دیگه. الان چون اونا تو ایران هم. اونا نمیتونن بیان هیچ پستی چیزی بذارن. نمیتونن. ولی این سمیرا با سمیرا چقدر چی موهاش خوشگله. خیلی اصلا قیافش خیلی عوض شد. عوض شده انقدر خیلی یه حس خیلی خوبی بود. خیلی اصلا عجیبه. عجیبه من حسشو میگرفتم. من میگفتم چرا سر من اون سرشو زده من چرا اینجوری دارم میشم؟ من هم دفعه بگیم که دیدم حواظ کردم منم برم کلم رو بتراشم. بیا من بتراشم موزر دارم. حالا خواست هنوز تو فکر شد. جدی میگم و بعد در کمک هم میکنه بهت. موزر هم موزر جدید یاده بکنه. آره با آزار افغان من رفتم. آزار افغان. شماره شو پیدا کنم. ببین یه چیزی هم انگار برای من فرستاده بوده. من اصلا متوجه نشدم. برای ایکیا. اینا گودشاین بوده چی بوده اینجا یه سری کسانی که کارکنای اون شرکت هستن بهشون گودشاین یه چیزایی میدن بهشون میدن گودشاین یعنی پولی که اون... شما میتونین اون با اون یه مبلغی توش پوله یه کارته حتما تو حتما تو ایران هم ها شما میتونید از خود همون فروشگاه وسیله بگیرید از خود به کارمندا چیز دادم میدونی که فرستاده بوده برای تو فرستاده بود آره دیگه میدونی که همون موقع که رفتیم تخت بخریم و نمیدونم برای تو فرستاده بابا چرا خوب ولی من خب اصلا متوجه نشدم بعد دیروز هم اومدم زنگ بزنم بگم دوست داری بیا اینجا من بخوام برم پیش زیبا شماره شو پیدا نکردم نبود دوست. من بهت میگم حالا بپرس بگو اون بهش مرتب بود شان میده اصلا من میخوام دعوتت کنم آذر چون اون موقع که من قرار بود دعوتت کنم میگفتی میخوام برم مسافرت ترمین دارم و و و و بعد گفتی توی اکسوب وقت دارم حالا با تماس میگیرم که چه موقع وقت داری که بیای چه حالا یکی گفته به من بگو چرا اینقدر چندشی یه چیز بهت بگم چندش این افکار شما هست ولی بذار بهت بگم من اصلا نمیدونم یه مدتی به خصوص این اواخر بعد از این جریان این حرکت های مردمی که شد همش دلم میخواد به من فوش بدن باور کن من قبلنا بی اعتنا بودم نه خب واقعا اصلا از این دیروز به سحر و سمیرا سحرم هم اینجور نگاه میکرد گفتم سحری من واقعا نمیدونم چرا همش دلم میخواد به من فوش بدم فوش برای همین بچه ها اصلا هر چقدر شما میخواد واقعا اصلا هر اینقدر برام جالب بود چون دیدم که بدن من انگار گفتش که زیبا اصلا ناراحت نباش الان که دارن هم تو رو آنفالو میکنن هم فوش میدن هم فلان میکنن منم یه کاری میکنم خوشت بیاد باور کن اصلا بعد من گفتم که چقدر جالبه و سر میگفتم اصلا اینو منو هر اتفاقی میفته یه جوری انگار خوشم میاد انگار من دارم بیشتر میخوام تحریکشون کنم بیشتر باور کنم میخوام تحریکشون کنم بیشتر به من خوش بدم نمیدونم حتی یادم افتاد گفتم من این کسایی بودن که در دوباره خوشی بدنت اومده پایین
دوزش. دوزش. اینا که بودن بردگی جنسی تو نمیشناسی، تو این واسه اینا میمدن گفتن به ما فوش بده، به ما فلان کن. بعد منم مثلا میگفتم واقعا چرا اینو این کارو میکنم؟ مسخره است دیگه. واقعا طرف میمد میگفت فوش میدی من ارضا میشم. مسئله جنسی بود البته اون، خب؟ ولی مال من جنسی نیست، اصلا روحیه. اصلا هر چقدر اینا فوش میدن من احساس قدرت بیشتری میکنم. من نمیدونم، نمیدونم نظر میدم چون اخی این اواخر اینجوری شدم. حتی میخواستم استوری کنم بگم که لطفاً اصلا بیشتر کنید، بیشتر کنید، یعنی واقعا خوش بابا کنه خوش یه ذره مرتب. آره بچه ها ببینند. آره آره آخه همه انتظار دارن همدردی کنن، دیدن تو بیدردی، بی تفاوت. خب بی تفاوت هم دیگه. من مثلا فرض کن که الان شما فکر کنید حالا یه کسی که من نمیشناسم کشته شده، مرده، من فلان، من بیام برم بگم آخ اوخ اوخ، هم نزدیکانم فامیلان میمیرن، هیچی نمیشه، هیچ حسی به من نمیشه. بارها اوی اوی این چیز ها دستگاه رو نگاه کنید چون هم از این رفت بالا. این هم میرخصه. آره این هم میرخصه. دست چیز این واگو چه این بچه این پایه گوشی رو نازیلا هدیه داده، چقدرم خوبه. چه خوبه، منم باید برم بگیرم. خیلی خوب شد این. من اول میگفتم بابا این چیه، ولی برای لایوای صبحانه خیلی خوبه، راحت دیگه اصلا ندر منتها فقط باید فست میشه. خلاصه من بی تفاوتم دیگه. بعد نوشتم دیگه، گفتم من اصلا احساس همدردی مثلا بگم وای این همه آدم پشتن، این همه فلان، اصلا اینقدر الان مثلا برای اوکراین که مثلا چیز شد یه ذره اینجور نگاه کردم، میدونی چه جور شدم؟ ناراحت نمیشم، بعد نگاه میکنم میگم مثلا انگار که اونجا بیرشتیت هم گفتن یه دونه چیز شد، نمیدونم انفجار شد چی شد نشون. آره دیروز من توی دیروز بوده نمیدونم بیا. خلاصه وقتی این حالت واقعی منه، خب استوری خود منم اینه دیگه، که وقتی شما از یه چیزی ناراحت نمیشید الکی تظاهر نکن که ناراحتی. خب من وقتی ناراحت نمیشم بی تفاوت هم دیگه. هواپیما، صدای هواپیماست، این پنجره بازه به این خاطر. اوی 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 ببندم نمیدونم، حالا دیگه رد میشه میردی فوش ناراحتش نمید. اصلا تازه تازگی ها متوجه شدم فوش تازه خوشحالم هم میکنه، باور کنه. حتی از ذهن خودم گذاشت، گفتم من این همه این آدمایی که میمدن و من بهشون میگفتم که خب واقعا این چه پدیده ایه. بذار یه ذره ببند یکم دیگه، پنج دقیقه دیگه باز میکنم. خب این صدای این بچه ها هم بعد. آره اینجوریه. خلاصه دیگه راحت، البته اونایی که پوش میدادن که راحت بودم، ولی دیگه این کسای دیگه هم ملاحظه نکنن. اگه آگنس چون چقدر با شخصیت شیک عشقی. مرسی. چی نیستی؟ آها خواسته بگه انسان نیستی، احساس نداری. خب اگه حالا دیگه اسمشو شما بذارید دیگه چی هستم، هر چی که شما میخوام بگیم بگیم. به هر حال واقعیتش اینه. احساس برای وطنت نداریم؟ نه ندارم. مثلا فکر میکنین که شما الان ایران عوض شد بلند میشن آی ایران آزاد شد میان؟ نه. اونجا اعتراض. آره تو اعتراضات تو شرکت کردی یه بار، یه بار یکی دو بار شرکت کرد و میگه همه یکی هستیم. آره خدا زده. خب خوب شده، خدا منو زده. خیلی خوبه، خیلی ماست اگه خدا ما رو اینجوری زده که اینجوری بشیم و اینقدر راحت بشیم. خیلی خوشحالم، ممنونیم اگه از اون زده ما رو. حالی که مثلا صحبت خدا شده که میگه میزنه، خدا میزنه، میگم آه چرا این خدا تو سر یا تو کمر این آخونده که همه دارن جنایت میکنن و
ظلم میکنن و فشار میارن به مردم چرا نمیزنن؟ نه جدا سواله دیگه. خب حتما با اوناست دیگه. با اوناست. اتفاقا امروز یه استوری گذاشتم خیلی جالب. اصلا ببین من از موقعی شروع کردم به این در این رابطه، من کارهایی رو انجام میدم، استوریایی، پیامهایی یا فیلمهایی رو میذارم. من فیلمهای کشت و کشتار و این اونو کشت و اونو فلان اینا رو نمیخوام بذارم، چون من پستی رو میذارم که با اهداف خود من یکی باشه. اولین پستی که گذاشتم در رابطه با اون کایلی نمیدونم چی بود که یه 330 میلیون فالوور داشت و اون اومد یه جمله گفت، از آزادی پوشش فقط حرف نزد، از گفت آزادی فقط مربوط به پوش، آزادی فقط مربوط به پوشش نمیشه، آزادی به بدنمون هم چون کلمه بدنو گفت من اینو استوریش کردم، گفتم آفرین این یکی از اهداف منه. بعد این فمینیست ها خودشون اصلا مخالف منن، امیدوارم واقعا حالا چیزه، ولی وقتی مسئله برهنگی رو مطرح کردن، من هر چی در رابطه با برهنگی بذارم من میذارم، چون یکی از اهداف من، مسائل من در رابطه با برهنگیه و اینکه فرهنگ آزادی بدن به مسئله برهنگی هم برمیگرد. حالا برهنه شد کاری نداره. مریم نمازی رو میشناسی؟ هم خوشگل از آدم میگم چقدر بدنش اینا شبیه منه، همون که لندنه. اتفاقا من نمیدونم به این زن یه حس خوبی دارم، یکی به این، یکی اون نیلوفره. آره اینا رو من یکیش خونم فرستم. آره نیلو، آره آره اون مریم نمازی رو من میشناسم. 12 سال پیش اون موقع که سینه‌هاش اینقدر کوچیک بود، الان عکسایش بچه‌ها بخوام بیان از پی من بگیرن، اون موقعی که پرچم جمهوری اسلامی رو ور میداره اینجوری وسطش رو اللهش رو میکنه بعد درست تو قسمت کسش اینجوری خیلی قشنگ، بعد اینجوری خیلی جالبی حرکت های یه تقویم درست میکنه از اکثر مریم نمازی. من خوشم میاد چون بدن خودش رو با اون شکمش، با اون هیکلش، با اون سینه هاش، با اون همونطور که هست پذیرفته، حالا روش می نویسه جمهوری اسلامی، آزادی، فلان، نمیدونم دیکت، این حالا می بلش کن کار ندارم، ولی اون قسمتشو من می گیرم که من قبول دارم. نیلوفر فولادی هم از این جنبه که اومد، از جملاتش چیزی بود که گفت به این بدن نگاه کنید، نترسید، این یکی شیر می کن. خیلی قشنگ بود. البته بعد نسبتش دادن به جمهوری اسلامی، بذار نسبت بدن اصلا جمهوری اسلامی باشه، من کاری ندارم که کیه. من الان اون خانمه کی بود، فاطمه نجفی، الان برداشته یه دونه چادرشو گذاشته کنار، یه لباسی پوشه، حالا اینو بذارم بچه فاطمه نجفی رو بذاریم، خیلی خوشم اومد از فاطمه نجفی. کاری ندارم که حزب اللهیه، غیر حزب اللهیه، چپیه، فلانه یا هم جنس گراها. خب الان من یه عکس دیدم، چیز که استوری سمیرا، دو تا زن ایرانی دارن هم دیگر رو میبوسن. دیدی؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه، بذار ببوسن هم دیگر رو. من اینجور چیزها رو میذارم، من اینجور چیزها رو تبلیغ میکنم، من اینجور چیزها رو مخالفش نیستم. یا مثلا فرض کن یه فیلمی هست، اصلا البته مربوط به گذشته است، این همه زنایی که برهنه میشدن تو خیابون میرفتن به عنوان دیوونه میگیرن میبرن چیزه. خب من خودم هم اینجوری برهنه شدم، دویدم رفتم خیابون دیگه، مامانم حالا جلوی منو گرفته یا مثلا فر. ولی خب چه اشکالی داره جلوشو نگیریم، بگیم آفرین دویدی خوبه، با کورست رفتی، با شورت رفتی، لخ رفتی، هر کاری کردی، بزن برو، مارک چه میخوایم بزنیم بهش. خب حالا این از نقطه نظر تو که میگی این برای جالب بوده این برهنگی اینا، ولی از طرفی هم که علنه تو ایران اون فشارا میلیون ها علنه مخالف جمهوری اسلامی هم و انتظار داشتن که تو مرگ بر دیکتاتور بگی، نه حالا مرگ بر دیکتاتور نه، یه چیزی به جمهوری اسلامی بدی که
بعدم نگم تو ماموره چیکار. بابا من الان به من بگم. ببین من به رئیسی چطور چیز میگم وقتی لایف میذاری و یه سری لایک میدن برای تو چی کامنتار میدن فلان اینا، یا یه کاری میکنی که میگی خوششون میاد برای خوشایند اونا این کارا رو میکنی خب؟ نه برای خوشایند اونا هم خوششون بیاد خوشم میاد. خب همین خیلی خوب، پس الان میلیون ها الان دارن تو این حرکت شرکت میکنن. من اول یه هفته که ساکت بودم به خاطر اینکه هر چی نگاه میکردم میدیدم این دست من نمیره یه دونه هشتک بزنه، هر اصلا نمیومد دیگه وجود من این نمیگفت. گفتم ولش کن، من نمیخوام همینطوری، حالا چون حالا همه رفتن منتظرم برای خوشایندشون این کارو بکنم. اینقدر این خوبه، اینم نازیلا داده نه مرام مثل لکن منه خیلی اونم بعدش بعد ببین این گوشی منه. آها گفتم این کلاه چیز. بعد اولین عاملی که باعث شد من هشتک بزن خواهد اصلا تو خطا اینجوری شده دختره فقط من ایشی شد نه بلند شد بعد بعد خاموشش کردم که بعد تو تلفن زده بودی که من نشدم. بیا اینجا یک چیزش کن. خب اصلا بزن. آها فکر کنم آها اوکی زی گود. بعد یه چیزی که بعد از یه هفته اولین چیزی که عاملی که باعث شد من هشتگ استفاده کنم در واقع اون عکس مجید بود. مجید موهاشو زد گفت من به خاطر مهسا میزنم. آره. اصلا من هم خندم گرفته بود. خب یکمی تازادم آره. ولی خب بالاخره این هشتگ اومد ولی پستشو نمیتونستم بکنم تا اینکه یه اتفاقی افتاد تو پست گذاشتم. ببین من میخوام خیزشه این حرکت از درون من باشه. ببین این رقصی که اینا رفتن مثلا داره میرقصه میذارم، این که میگه مثلا این اومد در مورد رئیسی یه چیزی بود یه جمله گفت و من در رابطه با اون یه جمله گفتم، خودشم تگ کردم، خودشم منشن کردم، حالا دید ندید مهم نیست. ولی چی؟ این خطرناکه دست میذاریم آها آها. یه دفعه میز برده نه آره دیگه مگه نمیدونم نه اونجوری نمیشه چیز میشه یه حالا بلش کن به هر حال آره خدا به هر حال از این و بعد ببین الان مسائلی که متناسب با اعتقاد من باشه من اینا نگاه میکنم. از این جنبش این حرکتی که الان دارم میکنم فرض کن مردمی که رفتن توی خیابون برقصن میذارن توی خیابون حجاباشون مثلا همه بی حجاب باشن فرض چون در راستای اون فرهنگ برهنگی من هست درست. که وقتی خانه اون کیه کتایون ریاهی بود کار قشنگی کرد پسته بدونه این توی ایران یه همچین کاری کرد. خب اینا رو هم لایک میکنم هم استقبال میکنم ولی اینکه بیایید مثلا بزنید نمیدونم فلان اونجا نمیدونم اینجا خون شد فلان شد آی نمیدونم مرگ بر دیکتاتور فلان اینا نمیکنم، حداقل الان نمیکنم. نمیدونم خب یه زمانی خوبه چون اونم در راستای همین حرکت امروز یه کشوری یه جمله سخنگوی این کشور بولیوی یک جمله گفت وای اینجوری کردم. گفتم آفرین الان همون باعث استوری من شد. گفت حرکت این مردم ایران بر علیه سیستم پدرسالاریه. وای اینو من دنبالش بودم چون یه استوری دارم که اون زمان که مردم شاه و میگفتم مرگ بر شاه مرگ بر شاه در واقع مسئله شاه نبود این سیستم هیرارشی و این پدر سالاری بود. درست. بابا این کلمه پدر رو بیارید که این پدر داره این بعد سیستم پدر سالاری رو این اولین کشوری بود که اولین جمله اینو که گفت. خب ببین نازنین زاغری باعث شد من اون مسخره رو بکنم دیگه، برام زیرش رفتم نوشتم که بابا جان مخوراتو داری میگیری
بعدن فریدا با اینکه این کله اینجوری کرد باریکلا به اون استوری دیگه مو باعث شد. از اون بر اون چیز باعث شد که من اون استوری رو بزنم. بابا جان در موهاتون حداقل بخواد یه طرف میاد نمادینه نمادینه نمادین چیه دوتا شویده تو؟ خب نمادین ما داریم همش داریم شوید شویداتون رو چیز بکن. خب نمادینه درست حسابی یه کار بکن که به نفع خودت باشه. الان تو اگر موهات از سر بزنی چاکراهای بدنت باز میشه. من این حرفی بود که به سحر به سمیرا گفته بود تو نمیتونی متوجه بشی تا موقعی که این کار انجام بدی. وقتی که این یه تولد دیگه ای میشه، این مثل این رازیه که خیلی از ادیان بودایی ها برهمایی ها مسلمان هم در این مکه عنوان کردن، ولی خب چون زن و آدم حساب نکردن زن رو حساب نکردن. من البته نگفته نمیدن، من چند سال پیش یه بار اتز زدم چون سالها قبل بوده دلم میخواست این کارو بکنم. خب بریم الان نه بریم پس. مرسی بچه ها میریم تا بعد که یک ساعت هم گذشته، یک ساعت ده دقیقه تا میریم لایو باز کردن هدایای شری. حالا بهتون اعلام میکنیم که کیه. خدا بای بای. خب خیلی خوب بود.